امنیت به عراق کمک کند تا مرحله تشکیل دولت را پشت سر بگذارد و دولت در این کشور تشکیل شود. قماندان امنیه جدید ولایت هلمند روز جمعه با حضور مقام‌های محلی و شماری از بزرگان قومی رسماً به کارش آغاز کرد. ملپاسوال عبدالحکیم انگار، قماندان جدید امنیه ولایت هلمند، قبل از این به حیث آمر امنیت ولایت قندهار و قماندان صاحبی پلیس در کابل کار کرده است. حاجی میرویس، معاون قماندانی 404 زون میوند در قندهار، در مراسم معرفی ملپاسوال انگار گفت در صورتی که مردم با پلیس همکاری نمایند، پلیس ضمن تأمین امنیت در تطبیق و حراست قانون در جامعه نیز موفق خواهد بود. انگار در حالی کارش را به حیث قماندان امنیت در ولایت هلمند آغاز کرده است که شماری از قماندانان پلیس در ولسوالی های ولایت هلمند هنوز هم از وظایفشان تخطی کرده و مشغول انتقال کاروان های اکمالاتی نیروهای خارجی هستند. محمد انورخان، رئیس شورای ولایتی، از قماندان امنیه خواست که جلوه سوء استفاده این قماندانان را گرفته و در قانونمند ساختن پلیس در این ولایت تلاش نماید. قماندان صاحب څخه مو خواهش دادی چې په ډلو ټپلو کښې دې ځان نه شنېدی. اوس یې هم بعضې پولیسو قماندانان په ولسوالیو کښې په سکروچیو د خارجیانو سره د امریکایانو په کتارو اخته دي. اول دې خپل پولیس اصلاح کړي. همکارم برنامه را ادامه میدهد. تشکر. سلام های من را نیز پذیرا باشید و تمنا می کنم در این بخش نیز با ما بمانید. مناظره های انتخاباتی نخست وزیر انگلیس با حضور رهبران سه حزب اصلی باری دیگر برگزار شد. سه مناظره تلویزیونی بیش از 21 میلیون شهروند انگلیسی را به دیدن چالش رو در روی نامزدهای نخست وزیری کشاند. کارشناسان در داخل انگلیس روند مبارزات انتخاباتی 16 ثور کشورشان را بیشتر با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مشابه می‌دانند. این در حالی است که فقط یک هفته به برگزاری انتخابات نخست وزیری در انگلیس باقی مانده است. در این مناظره ها گوردن براون نخست وزیر و رهبر حزب کارگر، دیوید کامرون رهبر حزب محافظه‌کار و نیک کلیک رهبر حزب لیبرال دموکرات به عنوان سه حزب اصلی شرکت داشتند. اما احزاب کوچکتر انگلیس به این گزینه شدیداً معترض بودند و حق خود را برای برخورداری از امکان برابر تبلیغاتی تلویزیونی ضایع شده می‌دانند. مناظره اول دو هفته پیش و با میزبانی شبکه تلویزیونی آی تی وی انگلیس برگزار شد. در مناظره دوم که هفته گذشته با میزبانی شبکه تلویزیونی اسکای نیوز و در شهر بریستول برگزار شد، رهبران سه حزب درباره مسائل مرتبط با سیاست خارجی و امور دفاعی به مناظره پرداختند. اما مناظره سوم و آخر شب گذشته در شهر برمنگهام و با میزبانی شبکه تلویزیونی بی بی سی برگزار شد و حدود 8 میلیون تن بیننده داشت. در این مناظره رهبران سه حزب، محافظه‌کار، کارگر و لیبرال دموکرات در مورد مهمترین موضوع مورد توجه رای دهندگان انگلیسی، یعنی مشکلات اقتصادی و مهاجران خارجی، به بحث و جدل پرداختند. بر اساس نظرسنجی‌های متعدد انجام شده، پس از مناظره شب گذشته، دیوید کامرون رهبر حزب محافظه‌کار در این مناظره پیروز شد و نیک کلیگو گوردن براون در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. انتخابات پارلمانی انگلیس قرار است پنجشنبه 16 ثور برگزار شود. این برای اولین بار است که از این دست مناظره های تلویزیونی در انگلیس برگزار می شود. وزیر خارجه آمریکا به رئیس جمهوری ایران هشدار داده است تا در کنفرانس NPT اخلالگری نکند. کنفرانس منع گسترش تسهیلات اتمی روز دوشنبه در آمریکا دایر می شود. نماینده ایران در ملل متحد گفته است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور این کشور قصد دارد در این اجلاس شرکت کند. در اجلاسی که برگزار می شود قرار است برنامه های تسهیلات اتمی مورد بازبینی قرار گیرد. آمریکا با شرکت رئیس جمهور ایران در این نشست مخالفت ندارد. مقامها در وزارت خارجه این کشور میگویند اگر آقای احمدی نژاد بیاید و اعلام کند که این کشور قرارداد منع گسترش تسلیحات اتمی را رعایت میکند، واقعا خبر خوشی است. اما این کشور بیشتر از جای دیگری بیم دارد. آنچه که بیشتر توسط آقای احمدی نژاد در ادبیات سیاسی او به کار می رود. وزیر خارجه آمریکا گفته است رئیس جمهور ایران می تواند در اجلاس NPT شرکت کند
مشروط بر آنکه اخلالگری نکند. خانم کلینتون میگوید اگر تصور رئیس جمهور ایران بر این است که با حضور در نیویورک میتواند توجه کشورهای بین المللی را از موضوع مهم برنامه اتمی کشورش منحرف کند، موفق نخواهد شد. بیش از 180 کشور قرارداد منع گسترش سلاح اتمی را پذیرفته‌اند. این قرارداد آن دسته از کشورهایی که دارای سلاح اتمی هستند را به خلع سلاح کامل اتمی فرا می‌خواند. کشورهایی هم که می‌خواهند برنامه‌های اتمی داشته باشند، تلاش‌های آنان هم به گونه‌ای باشد که در عدم دسترسی به تسلیحات اتمی پابند بمانند. این در حالی است که آمریکا و دیگر کشورهای غربی مظنون هستند که ایران زیر پوشش برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز در حال ساخت سلاح اتمی است. اما وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن اعلام کرد که با صدور ویزا برای احمدی نژاد که قصد دارد در این کنفرانس شرکت کند مخالفتی نخواهد کرد. در همین حال دولت چین اعلام کرده است که با وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران مخالف نیست. کشورهای غربی به حمایت چین در وضع تحریم بر ایران نیاز شدید دارند. مسئولان اتحادیه اروپا میگویند موقف چین در قبال ایران از بحث بر سر اصل تحریم و بررسی نوع تحریم تغییر کرده است. غرب در تلاش است برای وضع تحریم‌های بیشتر بر ایران حمایت قدرت‌های برتر جهان را به دست آورد. سرانجام این توافق قدرت‌های بزرگ جهان خواهد بود که اعمال فشار بیشتر بر ایران را هموار می‌سازد. کشورهای غربی و در رأس آمریکا از مدت‌ها به این طرف تلاش دارد تا توان قدرت‌های جهانی را در وضع تحریم دیگری بر ایران هماهنگ سازد. این تلاش در اوایل با مخالفت جدی برخی از کشورهای مطرح جهان از جمله چین مواجه بود. اما موضع‌گیری‌های اخیر چین به نظر می‌رسد که به امیدواری‌های بیشتر کشورهای غربی انجامیده است. در تازه‌ترین مورد، پکن اعلام کرده است که با وضع تحریم بیشتر بر ایران مخالف نیست. کاترین اشتون، نماینده اتحادیه اروپا که به چین سفر کرده است، می‌گوید او با مقام‌های چینی از جمله نخست وزیر آن کشور گفتگو کرده است. با گزارش آسوشیتد پرس، این مقام اروپایی گفته است بحث او با مقام‌های چینی بر سر وضع کردن یا وضع نکردن تحریم‌ها نه، بلکه بحث بر سر نوع تحریم‌ها بوده است. این ادعای سرپرست سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌رساند که موضع چین در قبال برنامه اتمی ایران از بحث بر سر اصل تحریم‌ها به بررسی نوعیت آن تغییر کرده است. نخست وزیر چین به این مقام اروپایی گفته است چین مایل است اطمینان حاصل کند که وضع تحریم‌های جدید به مردم ایران آسیب نمی‌زند و بلکه هدف‌های مشخصی را دنبال می‌کند. پیشتر وزارت خارجه چین نیز اعلام کرده بود که پکن در قبال برنامه اتمی ایران با دنبال کردن راهبرد دوگانه مخالفت ندارد. راهبرد دوگانه به معنای حل مناقشه اتمی ایران از طریق تلاش‌های دیپلماتیک همراه با فشار وارد کردن بر این کشور از طریق تحریم‌های بین‌المللی عنوان شده است. ادامه